سلام. همیشه با شروع فصل مدارس و شروع مهر ماه یا با شروع زمانی که بچه های کوچکتر به مهد کودک میرن، ما شاهد بچه هایی هستیم که به سختی از والدینشون جدا میشن. بچه هایی که دست پدر مادرشون رو میگیرن، به هر بهونه ای سعی میکنن مهد یا مدرسه نرن، گریه میکنن موقع جدا شدن از والدینشون و ترجیح میدن که به پدر یا مادر بچسبن و از اونها جدا نشن. عموما این مشکل زود گذر هست و با یک ماه بعد از شروع مهد یا مدرسه انتظار میره که این مشکل حل بشه و کم بشه و یواش یواش از بین بره. اگر مشکل خیلی شدید نباشه و باعث اختلال عملکرد بچه نشه و ویژگی های خاصی رو که در آینده خواهم گفت نداشته باشه، با چند تا راهکار ساده پدر و مادرها میتونن این اضطراب رو از بچه ها دور بکنن و بهشون کمک کنن که یک شروع خوبی برای مهد یا مدرسه داشته باشن. چند راهکار ساده رو میخوام امروز به شما بگم که با کمک اونها ممکنه بتونید که اضطراب مدرسه بچه ها رو کاهش بدید. از قبل از رفتن بچه ها به مدرسه شروع کنم. از یک هفته قبل از شروع مدارس شروع کنید یواش یواش این پیشاگاهی رو به بچه ها بدید که از هفته آینده قراره بریم مدرسه، چند روز آینده قراره بریم مدرسه، 3 روز دیگه، 2 روز دیگه، فردا قراره مدارس شروع بشه و تو به مدرسه بری. صبح روزی که قراره مدرسه بره، موقع صبحونه خوردن بهش بگید تو صبحونتو میخوری و بعد به مدرسه میری. همین پیشاگهی دادنه باعث میشه بچه ها از لحاظ روانی خودشون رو سازش بدن با شرایط مدرسه و بپذیرن که قراره محیط عوض بشه. کار دیگه ای که میتونید بکنید که بهتون کمک میکنه این هست که اجازه بدید مسئولیت مدرسه رفتن بر عهده بچه ها باشه. مثال میزنم، فرزندتون قراره برای فردا وسایلش رو جمع کنه، اجازه بدید خودش وسایلش رو جمع کنه، اجازه بدید در مسیر رفتن به مدرسه خودش کیفش رو حمل بکنه، اجازه بدید خودش لباسای مدرسه‌اش رو بپوشه، خودش انتخاب بکنه. وقتی بچه ها درگیر پروسه مدرسه رفتن میشن، یواش یواش میتونن خودشون رو با مدرسه رفتن یا مهد رفتن تطبیق بدن و این بهشون کمک میکنه که اضطراب مدرسه رو از خودشون دور کنه. مسئله بعدی که باید بهش توجه بکنید این هست که جدا شدن بچه ها از شما برای اونها سخته. با گفتن جملاتی مثل این که منم خیلی دلم برات تنگ میشه، من بیشتر از تو دلم میخواد که نری مدرسه پیش من بمونی، با گفتن این جملات این جدا شدن رو سخت‌تر نکنید. به بچه‌ها این آرامش رو بدید که رفتن به مدرسه چیزیه که برای همه اتفاق میفته، شما همون رو گذرونید و بچه‌های دیگه هم این مرحله رو میگذرونن و شما منتظر اونها هستید. هر زمانی که کلاسشون تموم بشه شما در دسترسشون هستید. اما اگر این راهکارها کافی نبود و شما با بچه به مدرسه رفتید و موقع جدا شدن از شما ناراحتی کرد و گریه کرد، شما میتونید حالا بسته به شرایط مدرسه و ضوابطی که توی هر مهد یا مدرسه وجود داره، میتونید به بچه بگید که من نمیتونم به کلاس تو بیام چون اون کلاس مخصوص بچه هاست، اما من بسته به ضوابط مدرسه توی راهرو، توی حیاط، پشت در مدرسه یا هر جایی که اولیای مدرسه به شما اجازه میدن منتظرت میمونم و واقعا هم منتظر کودکتون بمونید. بهش این در واقع اطلاع رو بدید که هر زمانی که بهت اجازه دادن میتونی بیای منو ببینی و من اینجا توی حیاط یا پشت در منتظر تو هستم و در دسترس تو هستم. چند روزی که با بچه حضور پیدا کرده در محیط فیزیکی مدرسه یا مهد، یواش یواش میتونید این فاصله رو زیاد کنید. بعد از چند روز میتونید بهش بگید که تو وقتی تو توی کلاس هستی من میرم سوپر خرید میکنم و دوباره بر میگردم و این کار رو بکنید، برید چند دقیقه رو از مهد خارج بشید و دوباره برگردید و کم کم میتونید این فاصله ها رو بیشتر بکنید. حواستون باشه هیچ وقت به بچه دروغ نگید. یعنی اگر به بچه میگید من میرم سوپر و برمیگردم، واقعا برید سوپر و برگردید، نرید 3 ساعت توی خونه و بعد برگردید. اگر به بچه میگید من توی حیات منتظرت هستم، واقعا توی حیات منتظرش بمونید، حتی جای دیگه ای از مدرسه نرید. اینها اضطراب بچه ها رو بیشتر میکنه. و
امیدواریم که اگر از این روش ها استفاده کنید، بعد از نهایتاً یک ماه شاهد این باشیم که بچه ها به راحتی از شما جدا میشن و با خوشحالی توی مدرسه حضور پیدا میکنن. اما گاهی وقتا اتفاق میفته که این اضطراب بیشتر از یک ماه طول میکشه، یا نسبت به همسن و سالهای بچه هاتون توی همون کلاس یا در اطرافیانتون میبینید که گله هاشون بیشتره، گریه هاشون بیشتره، نگرانی هاشون بیشتره، یا میبینید که به طور دائم نگران اینن که قراره برن مدرسه، قراره از شما دور بشن، نگران این هستن که ممکنه تو زمانی که پیش شما نیستن اتفاق بدی براشون بیفته یا برای شما بیفته. گاهی وقتا ما شاهد این هستیم که بچه ها فکر میکنن اگر پدر و مادر ازشون جدا بشن، مثلا پدر یا مادر ممکنه تصادف بکنن یا برای خودشون اتفاق بیفته، یا ممکنه نشانه های فیزیکی بچه ها از خودشون نشون بدن، استفراغ، تهوع، سردرد، دلدرد و مشکلات فیزیکی که به خاطر این اضطراب برای بچه ها اتفاق میفته. اگر این علائم رو دیدید، یعنی این اضطراب جدایی بعد از یک ماه حل نشده و احتمالا ریشه دارتر از اون چیزیه که ما فکر میکردیم، در چنین شرایطی بهترین پیشنهادی که میتونم براتون داشته باشم این هست که حتما با حضور فرزندتون به یه متخصص مراجعه کنید تا علت اصلی این اضطراب جدایی رو پیدا بکنه و بتونه در بعد و شروع این اضطراب با راهکارهایی که داره و با روشهایی که میدونه این اضطراب رو حل بکنه. در نهایت امیدوارم که برای همه بچه های کشورم روز اول مهر و اولین روز حضور در یک فضای آموزشی تبدیل به یک خاطره خیلی دلانگیز و به یاد ماندنی بشه. از توجهتون سپاسگزارم.